به شم شم نصف نسلی اختف خط رو شروع میکنیم از زین عمود به تدخل از پایین با امینه رو شموئل بر ابا مقرونیا مربی ابا سوال میپرسه از ربی ابا که شهن شامین به شلو هن شامین او به شل اولام هن شامین وقتی که ارزش یابی میکنن مثلا در موردی که زیبوریت مزیق به خوبی ایدیت همه دنیا هست آیا ما ارزشیابی میکنیم طبق مزیق که آسیب زده یا حساب میکنیم طبق همه دنیا رشی رو نگاه بکنید هشت قد از پایین میفرماید رشی به شلو هن شامین آیا طبق مزیق ارزشیابی میکنیم به هاهو ده هاو ایدیت دیده ده مزیق یا هیوله و اون زمینی که طبق مزیق ایدیتر رو بهش میده و ایده ایتل ایدیت و زیبوریت و اگه ایدیت و زیبوریت داره مزیق و شویه زیبوریت دیده که ایدیت ده علما و زیبوریت خودش مثل بهترین زمین های همه میمونه افیلوها خیلو یا هیوله مزیق لنیزق الا می ایدیت دیده با این وجود باید بیاد مزیق به اون کسی که آسیب دیده چی بده؟ از ایدیت خودش بده ما نسبت به تو ارزشیابی میکنیم اهمیت نمیدیم که زیبوریت تو مثل ایدیت همه میمونه باید تو از ایدیت خودت بدیده باتر ارعتا دیده از لینان دنبال زمین های مزیق میریم یا او بشل اولام هن شامین رشی بعدی شیش قد از پایین به یاهیوله می زیبوریت و میاد زیبوریتشو میده شهره لخول هاولام هو ایدیت چون این زیبوریتش نسبت به زمین های دیگران این ایدیته اگر مثلا روبن آسیب رسونده به شیمون شیمون میخواد بیاد از روبن وصول بکنه روبن زمین زیبوریت داره که این زمین زیبوریت بهترین زمین هاست نسبت به آدم های دیگه آیا ما میگیم به شلو هنشامین؟ نه باید هنوز ایدیت خودتو بدی آقای روبن یا این که نه به شل اولام هنشامیم ما ارزشیابی میکنیم نسبت به زمین های دیگه و میتونه زیبوریتشو بده علی با دربی اشمائل لطی با ایلاخ این سوال ما طبق ربی اشمائل نیست ده آمر بده نیزق شایمینان ربی اشمائل گفته بود ما ارزشیابی میکنیم طبق نیزق و اگه زیبوریت مزیق هم تراز باشه با ایدیت نیزق چون بده نیزق شایمینان میتونه زیبوریتشو مزیق بده و این خوبه چون مساویه با ایدیت نیزق اینجا میاد چی میده؟ زیبوریت میده کیتی با ایلاخ سوال ما وقتیه که علی با دربی عقیبا طبق شیطه ربی عقیبا دامر بده مزیق شایمینان ما ارزشیابی میکنیم طبق زمین های مزیق مای اینجا چی؟ متب ساده و عمر رحمانا وقتی تو رو گفته آقای مزیق باید بهترین صحراتو بدی لمیوت دنیزق و ما دنبال بهترین سرزمین نیزق نمیریم بلکه میتب اولامو باید بده و حتی اینجا اگه زیبوریت خودش به خوبی میتب اولام باشه میتونه بیاد زیبوریت خودشو بده او دیل ما لمیو تید آلما نامی یا نه وقتی تو رو میگه میتب سادهو یعنی بهترین خودتو و نه بهترین اولام رو که یعنی فقط نگاه بکن به زمین مزیق و اینجا باید ایدیتشو بده پس اینجا سوال ما اینه که این آقای روبن که اومده آسیب زده و یه زمین زیبوریت داره که مساویه با ایدیت همه یه زمین خیلی خیلی عالی ایدیت هم داره وقتی که میخواییم بگیم او تو آسیب زدی باید پرداخت بکنی آیا میگیم به شل و هن شامیم به ایدیت خودتو باید بدی یا میگیم نه به شل اولام و به شل اولام ایدیتشون مساویه با زیبوریت تو میتونی زیبوریت تو بدی آمرله در جواب میفرماید رحمان آمر میتف سادهو تو را آمده گفته بهترین صحراشو و ات امرت بشل اولام هن شامین تو میگی ما مقایسه میکنیم با ایدیت های دیگران گفته این باید بهترین صحرای خودشو بده
یعنی باید ایدیتا رو بده. ایت و گمار قشام میپرسه که نه، بعضی وقتا ما بشل اولام شامین، ما نگاه میکنیم به زمین های ایدیت دیگران. گمار قشام میپرسه ان لو الا ایدیت، شخصی که بگیم روبن هم آسیب رسونده، هم پول قرض کرده بدهکاره و هم که توبای یه زنی رو باید بده، فقط چی داره؟ ایدیت داره. کولام همه اینها نیزق و ملوه و زنه گوین مینها ایدیت میان چکا میکنن؟ از ایدیتش میگیرن. زمینی دیگه که به جز ایدیت نداره بینونیت، اگه تنها زمینی که این روبن داره بینونیته، کولام این نیزق و ملوه و ایشای میان گوین مین بینونیت، میان از بینونیت میگیرن. زیبوریت اگه فقط زیبوریت داره، کولان گوین زیبوریت، همشون میان زیبوریت میگیرن. هایولو ایدیت و بینونیت و زیبوریت، اگه سه تا زمین داشت، ایدیت و بینونیت و زیبوریت، ایدیت میدونی بهترین زمینه، بینونیت متوسط، زیبوریت هم بدترین زمین و هر سه تا زمین ها رو این طرف داره، نزاخین به ایدیت، اون کسی که آسیب دیده میاد زمین ایدیتر رو میگیره. او به الخوف، اون که طلب داره به بینونیت، زمین متوسط میگیره. او که توبت ایشا، زنه هم که توبشو از کجا میگیره؟ به زیبوریت، میاد زمین بدترین رو میگیره، که یعنی هر کس طبق دین خودش میگیره. نیزق دینش ایدیته، به الخوف دینش بینونیته، ایشا هم دینش زیبوریته. ایدیت و بینونیت، اومدیم این آقای روبن فقط ایدیت و بینونیت داشت. نزاقین به ایدیت، اون کسی که آسیب خورده میاد ایدیتر میگیره. او به الخوب و کتوبت ایشا، به بینونیت، اون کسی که طلب داره زنه میاد کتوبشو از بینونیت میگیرن. بینونیت و زیبوریت، روبن اگه فقط بینونیت و زیبوریت داره، نزاقین و بلخوف به بینونیت، اون کسی که آسیب دیده و طلب داره، دوتایشون میان بینونیت میگیرن. او کتوبت ایشا، به زیبوریت، زنه کتوباشو از زیبوریت میگیره طبق دین خودش. ایدیت و زیبوریت، اگه این آقای روبن بهترین زمینو داره، بدترین زمینم داره. نزاقین به ایدیت، اون کسی که آسیب دیده طبق دین خودش بهترینه رو میگیره. او به الخوب او کتوبت ایشا، به زیبوریت، اون که طلب داره و زنه کتوباشو از زیبوریت میگیرن. یعنی اینجا به الخوب و به جای که ببریم بالا بهش ایدیت بدیم، میاریمش پایین بهش زیبوریت میدیم. میفهمید رشی چرا؟ میده اورای تا خط دوم، و الخوب به زیبوریت که دل غمان. بعدن خواهیم دید که طبق دین تورایی واقعا باید به الخوب هم زیبوریت بدن. و ربانان هود تیقون لب بینونیت، خخامیم اومدن برای به الخوب تقانه کردن بینونیت بگیره. میشوم نیلت دلت للاوین، نمیخواییم درها قفل بشه برای اونایی که میخوان پول قرض بکنن. و خواد لیت لبینونیت لیتا لتقنتا، اینجایی که طرف بدهکار زمین بینونیت نداره، تقانون میذاریم کنار، طبق دین تورایی به بلخوب زیبوریت میدیم. قاتانی میها متسیا، میبینیم تو قسمت وسط این برایتا بینونیت و زیبوریت، اگه این روبن ما فقط بینونیت و زیبوریت داره، نزاقین او به الخوف به بینونیت، اون که آسیب دیده و طلبکار میان بینونیت میگیرن. اون که آسیب دیده رو یه درجه میایم پایین بهش بینونیت میدیم، چون اینجا ایدیتی وجود نداره. او که توت ایشا، به زیبوریت، زنم که دوشا از زیبوریت میگیره. و ای امرت به شلوهن شامین، حالا تو اگه بخوای بگی آقا ما به اولام نگاه نمی کنیم، نگاه میکنیم به زمین هایی که این بابا که آسیب رسونده داره، تعاسه بینونیت شلو که ایدیت، یعنی این زمین متوسطی که داره نسبت به زمین هایی که مزیق داره چیه؟ ایدیته، زمین متوسطش بهترین زمینشه. پس اگه اینطوره، و ایداخه به الخوف اتسل زیبوریت، پس اینجا به الخوف وزا زیبوریت بدیم. و از اونجایی که میگیم نه آقای به الخوف تو بینونیت بهت میرسه، یعنی بشل اولام شامین،
نسبت به اولام این زمینه طرف بینونیته، به خاطر همین به بلخو بینونیت میدیم. و این خاتمه سوال ماست روی ربی ابا که گفته بود تورا اومده گفته متف سادهو، تو میگی بشل اولام هنشامین؟ اینجا داره گمار قشم میپرسه بله بعضی وقتا بشل اولام هنشامین. گمار جواب میده نگاه بکن، اگه واقعا اینجا دو تا صحرا بیشتر نبود تو حق داشتی. ها خواب مسخینان، اینجا در چه موردی برایتا داره صحبت میکنه؟ که گن شهایا لو ایدیت اومخارا، اینجا قرض گیرنده ما وقتی داشته پول قرض میداده ایدیت داشته و بعدن رفته این ایدیت رو فروخته، الان فقط بینانیت و زیبوریت داره. و خنام رفخیستا، همینطور هم رفخیستا یاد میگیره که گن شایتا لو ایدیت، این زخ وقتی که پول داشته قرض میکرده زمین ایدیت داشته اومخارا و بعدن رفته ایدیت رو فروخته. پس به حساب وقتی اینجا روبن رفته از این طرف پول قرض بگیره، روبن خودش یه زمین ایدیت داشته، وینونیت داشته، زیبوریت هم داشته، طرف که بخواست پوش پول بهش قرض بده زمین بینونیتش اونجا گروی شده آقای روبن. فردا روز که میاد آقای روبن ایدیتش رو میفروشه، اون بینونیته هنوز لینه برای بعلخوب، به خاطر همینه میتونی به بعلخوب بری و زیبوریت بدی. ها خینامی میستبرا، باید اینطورم یاد بگیریم که بله آقای روبن ایدیت داشته و قرض کرده و بعدن فروخته. میدقاتانی اخریتی، از اونجایی که ما یه برایتای دیگه ای داریم بینونیت و زیبوریت، اومدیم و شخص فقط زمین متوسط داره و زمین بد، نزاقین به بینونیت، اون کسی که آسیب دیده بینونیت میگیره و الخوف او کتوبت ایشا به زیبوریت، طلبکار از زیبوریت میگیره، زنه هم کتوبشو از زیبوریت میگیره. قشیان حداده، این تضاده با اون برایتای اولی. برایته اولی گفت اگه بعلخوف بینونیت داره و زیبوریت داره، بعلخوف بینونیت میگیره، اینجا داره میگه بعلخوف زیبوریت میگیره. الالاب شما مینا، پس باید اینطور یاد بگیریم کان شهایتا لو ایدیت اومخارا، اینجایی که بینونیت میگیره وقتیه که ایدیت داشته آقای قرض گیرنده و بعدن ایدیتش رو فروخته. کان اون برایتایی که میگه نعبه به الخوف ما زیبوریت میدیم، شلوهایتا لو ایدیت اومخارا، اونجا لوه زمانی که پول قرض میکرده زمین ایدیتی نداشته که فروخته باشه. و چون میگیم میش به شلوهن شامین، ما طبق این بابایی که آسیب رسونده و پول قرض کرده و که تو دیشا داره ارزشیابی میکنیم، این زمین بینونیتش حساب میشه ایدیت. پس به کتوبت ایشا و بعل خوب چی میدیم؟ زیبوریت میدیم. پس این شد جواب اولمون. روی این سوالمون رابطه ای سه تا جواب دیگه داریم. سوالمون چیه؟ که اگه این روبن ما هم آسیب رسونده هم بدهکاره، هم باید کتوب ایشا رو بده و دو تا زمین داره، یکی بینونیت یکی زیبوریت، دو تا برایته داشتیم. برایته اولی میگه باید به بعلخوف بینونیت بده، برایته دوم میگه نه به بعلخوف باید زیبوریت بده. روی این گمار میفرماید و ای باییت ای مایی اگه بخوای بهت میتونم جواب بدم ایدی و ایدی هر دو تا برایتا، هم برایتایی که میگه به بعلخوف بینونیت میدیم، هم برایتایی که میگه به بعلخوف زیبوریت میدیم. شلو هایتالو ایدیت اوم خارا، این آقای روبن بدهکار ما زمین ایدیتی نداشته و فروخته باشه، از اول کارم فقط همین زیبوریت و بینونیت داشته. و اینم اضافه میکنیم که هر دو تا برایتا میگن بشل اولام هن شامید، ما ارزشیابی که میکنیم طبق زمین های دیگران ارزشیابی میکنیم، ولو قشیا، و هنوز بین این دو تا برایتا تضاد نیست. ها دشاو بینونیت شلو که ایدیت ده آلما، این برایتایی که گفت به بلخوب زیبوریت میدیم وقتیه که بینونیت این آقای روبن بدهکار ما
مساوی با ایدیت همه. به خاطر همین به بعل خوف ما اینجا زیبوریت میدیم و کان اون برایتای اولی که گفت به بعل خوف بینونیت میدیم دلو شب یا بینونیت شلو که ایدیت ده آلما بینونیت آقای بدهکار ما مساوی نیست با ایدیت دیگران. بنابراین چون به شل اولام هن شامین بینونیتش وقتی مثل ایدیت اولام نیست، یعنی بینونیتش مثل بینونیت اولامه، بنابراین باید اینجا به بعد خوب بینونیت بده. به ای باییت ایما یکی بخوایی جواب سوم بهت میدم، ایدی به ایدی که گن شایتا بینونیت شلو که بینونیت ده آلما، هر دوتا برایتا که گفتیم یکیش به بلخوف بینونیت میدیم یکیش گفت به بلخوف ما زیبوریت میدیم، وقتی که بینونیت بلخوف ما مثل بینونیت همه میمونه. به ها خواه به ها پلیگی مخلوقت اینجا سر اینه مرس آور به شلوهن شامین، برایتایی که میگه بهش زیبوریت میدیم میگه ما طبق زمین های خود لوه ارزش یابی میکنیم، اینجا بینونیت لوه بهترین زمینشه، پس به بعل خوف باید چی بدی؟ یه درجه کمتر زیبوریت میدی، چون میتونه اینجا به بعل خوف بگه باب جون این بینونیت بهترین زمین من حساب میشه. عمر ساور از اون طرف اون منداوری که گفت نه باید بینونیت بده میگیم بشل اولام هنشامیم مرزشابی میکنیم طبق زمین های دیگران، بنابراین اینجا بعل خوف بینونیت میگیره و این البته میارن به فارسیم به شرطیه که ایدیت نداشته باشه در زمانی که اومده پول قرض کرده. رابین آمر رابین میاد به جواب چهارم میده میگه بده اولا پلیگی این برایتایی که یکی گفت ما به بلخوف بینونیت میدیم یکی به بلخوف گفت زیبوریت میدیم مخلوقت چون گفته اولاست. دامر اولا اولا میفرماید دور تو را به الخوف به زیبوریت، همونطوری که دورشی خوندیم میده اورایتا واقعا باید بود به الخوف چی بگیره؟ زیبوریت بگیره. چرا اصلا اومدن گفتن بینونیت؟ که گفتیم نمیخوایم درها رو جلوی قرض گیرنده ها قفل بکنیم. چرا زیبوریت واس میگیره؟ شنمر پاسوق تو را میگه بخود تعمد، تو که رفتی پول قرض دادی میخوای از طرف گرویی بگیری بیرون به ایست و هیش اشرتا نوشه با و اون کسی که ازش طلب داری یا تیله خواهد ها عوض ها خودسا برای تو میاره این گرویی رو خارج. ما در کشل آدم لحوتی لخود معمولا شخص چی میاد خارج میکنه گرویی بده پا خودشه و کلیم میاد بی ارزش ترین ظروفشو خارج میکنه. اومد تمام رو به الخوف به بینونیت، پس چرا اومدن گفتن آه نه ما به الخوف بزو بینونیت بدیم که دشلوتین اول دلت بیفنه لاوین، چون ما نمیخوایم درهای قرض رو قفل کنیم جلو اینا که میخوان پول قرض بگیرن، چون اگه طرف بهش بینونیت داده نشه میگه اصلا با بلش کنم نمیخوام قرض بدم. مر ایتل تقنتاده اولا، برایته اولی که گفت به بلخوب بینونیت میدیم این تقنه اولا رو قبول داره. مر لیتل تقنتاده اولا، برایته دومی که گفت نه به بلخوب زیباریت میدیم این تقنه اولا رو قبول نداره. نه اینکه پایینش رو بردیم به جای که بینونیت بهش بدیم داریم زیباریت بهش میدیم، همیشه زیباریت میگرفته. تانو ربانم ما خوندیم تو برایتا یه شخصی که هم آسیب رسونده هم بدهکاره هم باید که توبه زن رو بده و سه تا هم زمین داره، ایدیت بهترین، بینونیت متوسط و زیبوریت بدترین زمین. ماخر لعخاد او لیشلوشا بنه آدم، که اخاد اگه بیاد به یک نفر یا به سه نفر در یک روز بیاد هر سه تا زمین ها رو بفروشه، کولان نیخنسو تخته به آلیم، این خریدارها میان جای صاحب زمین رو میگیرن. اون کسی که آسیب دیده بوده میره سراغ این بابایی که ایدیت خریده، اون بابایی که طلب داشته میره سراغ اون بابایی که بینونیت خریده، زنم میره کتوباشو وصول میکنه از اون بابایی که زیبوریت خریده.
و این گفتیم یا میتونه سه نفر مختلف باشه یا میتونه یه نفر باشه که هر سه تا زمین ها رو خریده. بازه آخر زه، ولی اگه آقا اومده فروخته این سه تا زمین ها رو یکی بعد از دیگری که رشی میاره، یعنی نه در یک روز، در روزهای متوالی، کولان گوین مین ها آخرون، و هر سه تاشون اون کسی که آسیب دیده و طلبکار و زنه میرن سراغ اون بابایی که آخرین زمین رو خریده. بگیم این طرف سه تا زمیناشو فروخته، اولی رو به روبن، دومی رو فروخته به شیمون، سومی رو فروخته به لوی. روبن رفته زمین ایدیته رو خریده، مطمئن شده که بدهی روش نباشه، جا گذاشته برای این سه نفر، بینونیت و زیبوریت گذاشته، رفته ایدیت رو خریده رفته. شیمون اومده جا گذاشته، زیبوریت رو گذاشته پیش فروشنده، بینونیت رو خریده. این آقای لوی که رفته این زمین رو خریده دقت نکرده، اشتباه کرده، رفته این زمینی که روش بدهی بوده رو خریده. حالا اومدیم و انلو هر ستاشون میرن سراغ لوی، میخوان وصول بکنن. لوی مثلا بگیم یه زمین 200 دلاری خریده، این بابا 300 دلار بدهکاره، 100 دلار کم میاد. گوه میشه لفاناف، میرن سراغ شیمون، میخوان 100 دلار از شیمون وصول بکنن. انلو اومدیم و این زمینی که شیمون خریده مثلا 50 دلار بیشتر نمیارزیده، از شیمون هم نمیتونن پول وصول بکنن. گوه میشه لیف نفاناف، میرن اون 50 دلار آخر رو از روبن وصول میکنن. قانون اینه که ان نیفرائین من خاسیم مشوبادیم به مقام شیش نخاسیم بن خورین افیلوهن زیبوریت. تا وقتی که اینجا شخص پیش خودش زمین نگه داشته، حتی زمین زیبوریت نگه داشته باشه، اول میان زیبوریت اونو میگیرن، بعدن میرن سراغ زمین هایی که طرف فروخته. اینم اضافه بکنیم اینجا که اگه اومده بود این شخص در یک روز، صبح رفته بود ایدیت فروخته بود به روبن، ظهر رفته بود بینونیت فروخته بود به شیمون، بعد از ظهر همون روز رفته زیبوریتشو فروخته به لوی، اینا هر ستاشون مسئولن. تاریخ شتر اینجا یکیه، نمیگیم اینجا لوی آخرین خریداره. اخاران لاخاد هی خیدامی گمار میگه این که میگی هر سه تا شتار رو به یه نفر فروخته مورد چیه؟ ایلی ما به وقت اخت، اگه همزمان سه تا زمین ها رو به یه دونه شتار فروخته. خب البته که اینجا هر کسی اون زمینی که بهش تعلق میگیره رو میره وصول میکنه، درست؟ نیزق که آسیب دیده میره ایدیت میگیره، و الخوف بینونیت میگیره، زنه میره زیبوریت میگیره. به خاطری که هشتا لیش لو شاده ای کلمه مر خد می نیهو قادیم، اگه اومده به سه نفر مختلف فروخته در یک روز، که ممکن بود بگم بابا جون اون که اول صبح، این روبنی که اول صبح خریده تقدم داشته رو اونای دیگه، بیا لوی که آخر خریده رو مسئول بکنیم، اینطور نمیگیم. میگیم امرت کولان نیخنسو تخت به عالیم، میگیم همه اینها موظف میشن، همشون روبن و شیمون و لوی که تو یه روز خریدن هر ستاشون موظفن. مخاران لعقاد میبیا، اگه هر ستا زمین ها رو به یه نفر با یه شتار فروخته، خب این که گفتن نداره. البته که نمیتونه بیاد این خریدار بگه من به همه تون زیباریت میدم، نه نمیتونه، باید به نیزقیدیت بده، به بلخوب بینونیت بده، الا پشی تا بازه اخرزه. پس مورد برایتا اینی که این آقای خریدار ما اومده سه تا زمین ها رو در سه روز مختلف خریده. روز اول اومده یه زمین خریده بگیم ایدیت، روز دوم بینونیت خریده، روز سوم رفته زیباریت خریده، که بعدن گمار خواهد گفت ایدیتو آخر خریده. به هر حال گمار میگه اومن شنا شلو شده خل خد و خدا مرله، اگه اینجا سه نفر سه روز مختلف خریده بودن، هر کدومشون روبن و شیمون که اول و دوم خریدن، میتونن بگن هین اختی لخام آقام لیگوت میمنو، من جا گذاشتم پیش این لوی این سومی که بری از اون وصول بکنی،
من اول خریدم، من زودتر خریدم، سراغ من نیا، های نامی اکل خد و خد لیماله. این آقایی که هر سه تا زمین رو خریده میتونه هر کسی که میخواد بیاد سراغش ازش وصول بکنه میتونه بهشون بگه این اختی لخام آقوم لیگوت میمنو. من وقتی دو تا زمین اولی رو خریدم، زمین سوم رو گذاشته بودم که از اون وصول بکنید، پس الان شما از آخرین زمینی که من خریدم میتونید وصول بکنید از زیبوریت. که ما میگه نه ها خامه مسخینان که گون شلاقخ ایدیت با آخرونا. اینجا این خریدار اومده آخر ایدیت خریده و خن آمه ربششت که گون شلاقخ ایدیت با آخرونا. همینطور ربششت میگه اینجا اومده آخر ایدیت خریده. اینجایی که ما میگیم به نیزق باید ایدیت بده، به بالخوف بینونیت و به زنه باید زیبوریت بده، که من میگه ایهاخی چی؟ اگه ایدیت آخر خریده لیتو کولهو و لیگبو میدیت، هر ستاشون بیان ایدیت بخوان، بالخوفم بیاد بگه به من باید ایدیت بدی، این آخرین زمینی بوده که خریدی. و روبن نتونه بگه بالخوف نه تو بینونیت بگیر، ایشا تو زیبوریت بگیر، همشون بذار ایدیت بگیرن. گمار میگه نه میشوم ده آمر لهو. اینجا میتونه بهشون بگه ای شتقی تو و شقلی تو که دینای خو، اگر سکوت کردید و گرفتید طبق دین خودتون هرچی بهتون میرسه، شقلی تو که گرفتید خوب عالی، و ایلو ولی اگه بخواید با من بحث بکنید و ایدیت منو بخواید، مهدرن و شتار زیبوریت لماره، من میام این شتار زیبوریته رو برمیگردونم به صاحبش و شقلی تو کل خومی زیبوریت، وقت همه تون باید برید از اون زیبوریت بگیرید. چون اینی فراین می نخواستیم شوبادیم به مقام شش نخواستیم بنخوریم. اگه اون بابایی که شما ازش طلب دارید زمین داره، میگه سراغ من اصلا نمیتونید بیاید. گمار میگه ایهاخی اگه اینطوره دف ختمود بهت به نیزاقین نامی نیما هاخی. اینجا به اون بابایی که آسیب دیدم بیاد همینو بگه، بگه آقا اگه بخوای تو بینونیت بگیری که خب، اگه نه من میام این زیبوریته رو پس صاحبش میدم باید زیبوریت بگیری. چرا باید به این طرف ایدیت بده؟ بینونیت بهش بده. الا هاخا به مسکینان. پس در چه موردی داریم صحبت میکنیم که نمیتونه به نیزق و اینو نیت بده؟ به یتمه. اینجا فروشنده ما اولام رفته و یتومیم و باقی گذاشته، دلا و بنه پراون نینهو، و این یتومیم ها نمیتونه ازشون وصول بکنی، از پدرشون میتونستی ولی از خودشون نمیتونی. و شیبوتا دیله آله دیده رمیا. حالا این شیبودی که این خریدار که رفته از پدر این یتومیم این سه تا زمینا رو خریده، وظیفه پرداخت پدر یتومیم روی این شخص برمیگرده نه روی یتومیم، چون از یتومیم نمیشه وصول کرد. هیلکا لیکا لمیمر هاخی. بنابراین نمیتونه بیاد بگه اگه سکوت کردین مثل آدم که خوب، وگرنه من میرم زیبوری تو پس یتومی میدم. زیبوری تو پس یتومی بده فایده ای نمی کنه. هنوز از خریداره اینها میان وصول میکنن، به خاطر همینه که باید به نیزق چی بده؟ ایدیت بده. و حالا اینجا سوال برمیگرده، اگه نمیتونه زمین زیبوری تو پس بده به یتومیم، نه فقط باید به نیزق ایدیت بده، باید به بالخو و کتوبت ایشان باید ایدیت بده. چرا میتونه به اونها بینونیت و زیبوریت بده؟ شمشم ناسم نسلی اخشور میکنیم دف خطم ادبت از خط چهارم الا رابطه. بگیم این آقای روبن اومده رفته سه تا زمین خریده، ایدیت، بینونیت، زیبوریت در سه روز مختلف، و در موردی صحبت میکردیم که آخرین زمینی که خریده ایدیت بوده، بخاطر همین نمیتونه به همشون زیبوریت بده. همشون منظور اون کسی که آسیب دیده، بالخوب و زنه که کتوباشو میخواد. گمارو پرسید اگه ایدیتو آخر خریده
چرا اینجا به بعل خوب میتونه بینونیت بده؟ به بعل خوب هم باید چی بده؟ ایدیت بده. چرا بینونیت میده؟ چون میتونه زیبوریتو برگردونه به فروشنده و میگه اگه بینونیت گرفتی که خب، وگرنه زیبوریتو من برمیگردونم، همه تون برید زیبوریت بگیرید. کمال گفت نه، اینجا نمیتونه برگردونه چون فروشنده اولام رفته و یتومیم باقی گذاشته. اگه بخواد زمین ها رو برگردونه دوباره میان سراغ خودش، شیبود روی خودش قرار گرفته. آی اگه دوباره میان سراغ خود طرف، پس چجور میتونه بیاد اینجا به بعل خوب بینونیت بده؟ آخرین زمینی که خریده ایدیت بوده. گمار جواب میده الا میشوم ده آمر لهو، چون اینجا میاد بهشون میگه تعم و می آمور ربانان، چرا اومدن خخامیم گفتن ان نیفرائین می نخواستیم مشوبادیم به مقام شیش بنخورین، نمیتونی وصول بکنی از زمین هایی که شخص فروخته وقتی که خودش زمین داره؟ میشوم تقنتا دیدی، به خاطر تقانای من بوده، من خریدار، انا به های تقنتا لونی خالی، من این تقانا رو نمیخوام. همه شما میخواید بگید او چون من ایدیت خریدم آخر، پس ایدیت رو بمون بده. این تقانایی که خخامیم کردن از آخرین زمین وصول بشه به خاطر من بوده. اینجا که این تقانایه به ضرر منه، چون اومدم ایدیتو آخر خریدم، من این تقانایی که خخامیم به نفع من کردن رو نمیخوام. به خاطر همین من میام به بعل خوب چی میدم؟ بینونیت میدم. آی از کجا میدونیم که شخص میتونه بیاد بگه تقانای خخامیم که به نفع من بوده رو من نمیخوام؟ که در رابا مثل رابا دامر رابا کل هامر ای افشی به تقانت خخامیم که گن زو شم اینولو. میفهمد رابا شخصی که بیاد بگه آقا من تقانه خخامیمو که برای من کردن نمیخوام، مثل این به حرفش گوش میدیم. مای که گن زو یعنی چی؟ مثل این که در رفونا، مثل رفونا دامر رفونا یه خلا ایشاش تومر لبعلا، یه زن میتونه بیاد به شوهرش بگه اینی نزونیت و اینی اوسا، مگر اینکه خخامین تقانه کردن که محص یادعیم من برای تو باشه، چون برای من تو مزونوت فراهم میکنی، من نمیخوام تو برای من مزونوت فراهم بکنی، برات هم نمیخوام کار بکنم، من خودم کار میکنم، پول خودم رو در میارم. میتونه زن اینطور بگه، همینطورم میتونه این خریدار بگه با وجودی که من ایدیت آخر خریدم، آقای بعل خوب به تو بینونیت میدم. گمارای ما حالا اینجا ادامه میده در موردی که بگیم روبن اومده سه تا زمین خریده از این بدهکارمون که آسیب رسونده و کتوبت ایشام داشته و حالا این زمین ها همش دست خودش نیست. پشیتا ماخر لقیخ بینونیت و زیبوریت، البته که اگه این آقای روبن خریدار اومده رفته زمین های بینونیت و زیبوریت رو فروخته، رفته به لوی فروخته، تنها زمینی که الان از زمین هایی که خریده بوده از این شوهر آسیب رسونه بدهکار فقط چیه؟ یه زمین ایدیت و شیر ایدیت لفاناب، فقط یه ایدیت ویشه خودش نگه داشته. لیتو کولهو و لیگبو میدید، هر ستا میان از این ایدیت وصول میکنن. دها اخروناهی، چون این آخرین زمینیه که روبن خریده از این شوهر بدهکار آسیب رسون. تازه او بینونیت و زیبوریت لیت نهو گبه، بینونیت و زیبوریت که اول خریده بوده اصلا پیشش نیست. دماتی لمه مرلهو که بتونه بهشون بگه گوومی بینونیت و زیبوریت دلونی خالی به تقنتا دربانان، از بینونیت و زیبوریت من وصول بکنید، من تقانه خخامیم که کردن آخرین زمینی که من میخرم گرو میشه، من اون تقانه رو نمیخوام. نمیتونه اینو بگه. اول ما خر ایدیت و شیر بینونیت و زیبوریت مای، اومدی ما این آقای روبن ایدیتی که آخر خریده بود و فروخت،
و پیش خودش الان چی نگه داشته؟ بینونیت و زیبوریت. پس اینجا روبن ما اومده ایدیت و آخر خریده، اول فروخ. بینونیت و زیبوریت هم اندازه پیش خودشه. حالا به دو طریق میشه به این نگاه کرد، مثلا نیزق و بعلخو و زنه که میان، یا میتونن بگن ما میریم آقا یقه لوی رو میگیریم، چون این آخرین زمینی بوده که روبن از این طرف خریده. یا اینکه نه، لوی میتونه بگه چی؟ من پیش روبن بینونیت و زیبوریت گذاشتم، چرا میاد سراغ من؟ ساور ابی لمیمر ابی فکر کرد که بگه آتو کولهو گاوو میدید، هر ستاشون نیزق و طلبکار و زنه میان و میرن سراغ لوی، ازش ایدیت میگیرن، از خریدار دومی. آمله راوا، راوا میگه نه، ما خریشون لشنی، چی اومده اینجا روبن به لوی فروخته؟ کلز خودش تا ول یادو، هر قدرتی که خریدار اولی داشته فروخته به این خریدار دومی. به کیوان ده ایلو آتو گبل و قیخریشون، و چون اگه میومدن سراغ خریدار اولی روبن، ماتی اگو لهو می بنونیت و زیبوریت، میتونست اونها رو عقب بزنه بگه نه بهتون ایدیت نمیدم، برید بنونیت و زیبوریت بگیرید. چرا میتونست عقبشون بزنه؟ میگفت اگه بنونیت و زیبوریت گرفتید که خب، وگرنه من شطار زیبوریت رو پس میدم به صاحبش، شما گیرتون فقط زیبوریت میاد. و افعل پیدخی زبنه بینونیت و زیبوریت، و با وجودی که وقتی این آقای روبن اومده زمین بینونیت و زیبوریت و خریده، اکتی ایدیت بنه خورین هوای، هنوز زمین ایدیته بوده که آخرین زمینی بوده که پیش فروشنده مونده. و اینی فراین می نخواستیم مشوبادیم کلزمند ایکا بنه خورین، و ما وصول نمی کنیم از اموالی که فروخته شده تا وقتی که شخص هنوز پیش خودش زمین داره. ماتی آمرله، اینجا خریدار اول آقای روبن میتونه بگه لو نی خالی به های تقنتا، من این تقانایی که خخامی برای من کردن رو نمیخوام، و شما بهتون همین بینونیت و زیبوریتی میرسه که دست منه. چرا؟ چون تموم زخوتی که روبن داشته اینجا فروخته به لوی. لوقه یخشنی نامی ماتی آمرله، اینجا خریدار دوم لوی هم ماتی آمرله میتونه به اینها بگه گوی بینونیت و زیباریت، شما بهتون بینونیت و زیباریت میرسه که دست خریدار اولی مونده بوده. دخیزابین لغه یخشنی، چون وقتی که اومده این خریدار دومی ایدیت خرید از روبن، عدت ها دخل زخوت ها ده هوله لاریشون به گواز زاوین، با این فکری خریدی که هر زخوتی اینجا روبن داره میفروشه به لوی. پس اگه روبن زخوت داره میتونه بگه شما بهتون زیبوریت و بینونیت میرسه، لوی که این زخوت رو خریدم میتونه بگه بهتون چی میرسه؟ زیبوریت و بینونیت، نه ایدیت. آمر راوا رئوبن شماخر کل سه دوتا ولشیم آن. مورد جدید رابطه، روبن اومده فروخته تموم صحراهاشو به شیمعون، و حالا شیمعون اوماخر ساده اخت للوی. این آقای شیمعون اومده رفته یه صحرای بینونیتو فروخته به لوی. اوبا به الخوفد رئوبن، اون کسی که طلبکار روبنه میاد، راتسا میزه گوه، اگه بخواد میتونه بره سراغ لوی ازش بینونیت بگیره، راتسا میزه گوه، اگه بخواد میتونه بره سراغ شیمان از اون زیبوریت و ایدیت بگیره. ولو اماران الاد زاون بینونیت، این که میگیم بعلخوب روبن میتونه حتی بره سراغ لوی، وقتیه که لوی از شیمعون بینونیت خریده. اول زابن ایدیت و زیبوریت، ولی اگه لوی از شیمعون ایدیت و زیبوریت خریده بود، لو اون وقته که نمیتونست بیاد به الخوب روبن بره سراغ لوی،
دعامر له، و خاطری که لوی بهش میگفت بابا جان لهاخی دقیقه و زبنه، به این دلیل من دقت کردم و خریداری کردم ایدیت و زیبوریت از شیمون، ار آدل و خز یا لاخ، زمینی که شایسته تو نبوده. پس اگه لوی دقت نکنه و بیاد بره از شیمون بینونیت بخره، طلبکار روبن میتونه بره سراغ لوی، ولی اگه لوی دقت بکنه و بینونیت نخره، اون وقته که طلبکار روبن میتونه بره سراغ لوی. و افیلو زابن بینونیت نامی، اینم که لوی اگه اومده بینونیت خریده، لو اماران که ما میگیم میتونه بعل خوب روبن بیاد از لوی وصول بکنه، الا دلو شعیر بینونیت دکواته، اگه تموم بینونیت های شیمونو خریده و باقی نذاشته یه زمینی بینونیتی پیش شیمون به ارزش اون قرضی که روبن کرده، دلوماتی آمرله، اینجاست که نمیتونه لوی بگه هی نختی لخما قوم لگبه شیمون، من برای تو جا گذاشتم بری از شیمون وصول بکنی، اول شیر بینونیت دکواته گبه شیمون. ولی اگه یه زمین بینونیت پیش شیمون باقی گذاشته به ارزش اون قرضی که روبن کرده، لو گاوه مینه، نمیتونه اینجا بیاد به الخوب روبن بره سراغ لوی، دماتی آمر له، به خاطری که لوی میتونه بهش بگه هینختی لخام قوم لیگوات میمنو، من برای تو جا گذاشتم پیش شیمون که بری از شیمون اونجا وصول بکنی. آمر ابیه، میفهمد ابیه، روبن شما خر سادل شیمون به اخرایوت، روبنی که اومده یه زمین فروخته به شیمون با ضمانت ضامن شده، اگه اومدن این زمین رو از تو وصول کردن من مسئولم. و آتا به الخفد روبن و تارف می شیمون، و اینجا طلبکار روبن میخواد بیاد این زمینه رو از شیمون بگیره، میگه بابا جون تو به چه حقی رفتی از روبن زمین خریدی؟ روبن به من بده کاره. دینا هود آزیل روبن او میشتا دینا به حده، قانون اینه که روبن میتونه بره و بیسته تو دادگاه و دفاع بکنه از شیمون بر ضد طلبکاره، مثلا بگه من به تو بده کار نیستم. ولوماتی آمرله، اینجا این طلبکار روبن نمیتونه بگه آقای روبن لاف بلدواریم دیدیت، بابا جون من با تو چی کار دارم؟ تو زمین تو فروختی به شیمون، من با شیمون میریم به دین، تو چی کار هستی این وسط؟ نه نمیتونه بگه. ده آمرله، با خاطری که روبن بهش میگه ای مپ قطمینه آلی ها در، تو اگه بیای زمین رو بری از شیمون بگیری، شیمون میاد سراغ من. و ایکاد امره، و بعضی میگن افیلو شلو به اخرایوت نامی، حتی اگه روبن اومده به شیمون زمین فروخته و اصلا مسئولیت قبول نکرده، آقای شیمون این زمین خریدی حواست باشه، اگه فردا روز اومدن ازت گرفتن من مسئول نیستم، با این وجود هنوز میتونه بیاد بره روبن تو دادگاه برای شیمون دفاع بکنه بر ضد بعلخوف. ده آمرله، بخاطری که روبن میتونه بگه لونی خالی ده تهه وی لشیمون تعرمت آلی، من نمیخوام فردا روز شیمون بیاد روی من اعتراض داشته باشه چرا اومدی یه زمین آشغال به من فروختی، بخاطر همین میتونه بیاد از شیمون تو به دین دفاع بکنه. و آمر ابیه، همینطور ابیه میفرمید روبن شما خر سادل شیمون شلو بخرایوت، رئوون که اومده صحرایی رو به شیمون فروخته بدون اینکه مسئولیت قبول بکنه، دفتت مدالف و یاد او آله ها اسیقین، و اعتراض کننده هایی خارج شدن روی این زمینی که روبن به شیمون فروخته، عدش لوه خزیق باه، تا وقتی که هنوز شیمون روی این زمینه معصه خزاقا انجام نداده یا خول لخزور با میتونه برگرده و لازم نیست که پول صحرا رو پرداخت بکنه، میشه خزیق باه، ولی اگه اومده معصه خزاقه انجام داده روی زمینه، این یا خل لخزور بو
نمیتونه برگرده و باید پول صحرا رو پرداخت بکنه. مای تعما چرا؟ ده آمر له، چون روبن میتونه بهش بگه خیتا دقیت ری سورت و قبلت، تو یه ساک در بسته که نمیدونی توش چیه رو خودت قبول کردی که اونو خریداری کنی. معمت و خزاقا، از کی حساب میشه که شیمون مس خزاقا رو روی این صحرا انجام داده؟ میگی دعیش امت ری، وقتی که مرز این زمین رو با علامت زدن معین کنه. و دبقا شلو بخرایوت، و این که گفتیم بعد از مس خزاقا نمیتونه شیمون برگرده وقتی که روبن مسئولیت قبول نکرده، اول بخرایوت لو، ولی اگر روبن مسئولیت قبول کرده شیمون اینجا میتونه برگرده حتی بعد از مس خزاقا. به ای کاده امره، و بعضی میگن افیلو به اخرایوت نامی، حتی اگه اینجا روبن مسئولیت قبول کرده هنوز شیمون بعد از مس خزاقا نمیتونه برگرده. دامر له، چون روبن بهش میتونه بگه اخو تیرپاخ، به من تو نشون بده اون شتاری که به دی نوشته که این زمین رو از تو گرفتن به خاطر من و عشال املاخ، و من پولش رو بهت پرداخت میکنم. برمیگردیم سر این که یه جا پاسور گفته بود میتو باید بهترین سهراشو بده، در صورتی که از یاشی ویاد گرفته بودیم افیلو سوبین، حتی میتونه سبوس بده. روحون آمر، روحون میگه او کسف او میتو، یا پول میده یا بهترین زمینشو میده. ایت ورم نخمان لربهونا، قشم میپرسه رب نخمان یا شیو لربوت شاو کسف افیلو سوبین. یاد گرفتیم از کلمه یا شیو که شامل میکنه هر چیزی که ارزش پول داشته باشه، حتی سبوس. میگه آها خواب مسخینان دل لیت له، اینجا در موردی صحبت میکنیم که نه پول داره و نه زمین داره، حداقل شاوه کسف بده هر چیزی که ارزش پول داره بده. که من میگه ایده لیت لپشیتا، خب البته اگه نه پول داره نه زمین، البته که هر چی داره میتونه بده. میگه نه مهود تیما، من چی ممکن بود فکر کنم؟ امرینان له، به شما میگیم اه پول نداری زمین نداری، زیل ترخ زبن و ایته له کسف، برو زحمت بکش، سبوس داری هر چی داری برو بفروش و پول بیار. قامش مالن که نه، بهش نمیگیم اینطور، میتونه پرداخت بکنه با سبوس. پس تضاد نیست بین پسوقیم ها، اگه آسیب رسونده زمین داره میتف، باید بهترین زمینشو بده، اگه نداره سوبین میده.